انتظار می رود اوج شیوع کرونا در شهر نیویورک هفته آینده باشد. شهردار نیویورک از کاخ سفید تقاضای تجهیزات و کادر پزشکی کرده است. در این میان ارتش نیز سهم خود را در کمک به مردم انجام می دهد. گیتا آریان گزارش می دهد. بیل دبلاسیو شهردار نیویورک میگوید بنا به پیش بینی ها یک شنبه آینده منحنی شمار مبتلایان به کووید 19 به اوج خود میرسه. این آمار تا روز سه شنبه 40,000 نفر بود. بنابراین از کاخ سفید خواسته 1000 پرستار، 350 متخصص دستگاه تنفس و 150 دکتر از ارتش و نیروی ذخیره به اون شهر اعزام بشن. شمار تلفات به سرعت در حال افزایش است. قرار است در بخشی سرپوشیده از استادیوم تنیس بیلی جین کینگ 350 تخت بیمارستانی موقت جای داده بشه و حالا بیمارستان صحرایی در سنترال پارک هم پذیرای بیماران هست. همینطور کشتی بیمارستانی نیروی دریای کامفورت که دوشنبه در منهتن لنگر انداخت. در این بین ایلان ماسک رئیس شرکت تسلا گفته شرکتش تعدادی دستگاه تنفسی داره که تازه از سوی سازمان دارو و غذا تایید شده و به طور رایگان در اختیار بیمارستان ها خواهد گذاشت. در دیگر نقاط آمریکا 240 تخت در یک سالن ورزشی در پایگاه نظامی سان آنتونیوی تگزاس برای ارتشیانی که برای کمک به دیگر نقاط کشور اعزام شدند اما حالا علائم بیماری رو دارن برپا شده. در آریزونا هم نیروی گارد ملی در ارسال مواد غذایی به بانک غذا در فینیکس کمک میکنه. گیتا آریان، صدای آمریکا.